27 روز تیر ماه برابر با 18 ژوئیه، سال 1305 خورشیدی برابر با 1926 میلادی، در گذشت محمد ولی خان سپهدار تنکابنی از سیاستمداران دوران مشروطه. محمد ولی خان خلعتبری معروف به سپهدار تنکابنی در یکی از روستاهای اطراف تنکابن به دنیا آمد و پس از فراگیری دروس ابتدایی وارد کارهای نظامی گردید. وی مراحل ترقی را به سرعت پیمود و در زمان مظفرالدین شاه با تقدیم پیشکشی قابل ملاحظه‌ای وزیر گمرک شد. محمد ولی خان طی سالیان متمادی پست‌های متعددی از قبیل حکمرانی گیلان، اردبیل و مشکین شهر را بر عهده گرفت و از طرف مظفرالدین شاه لقب سپهدار اعظم را دریافت نمود. وی مدتی هم حاکم تهران بود و هنگام مشروطه از رجال مستبد و خودکامه به شمار می آمد. او که در ابتدا از طرفداران محمد علی شاه بود، پس از چندی قصد فتح تهران نمود و پس از فتح پایتخت و خلع پادشاه شخص اول ایران شد و سپس صدر اعظم احمد شاه گردید و همزمان وزارت جنگ و داخله را بر عهده گرفت. سال 1341 خورشیدی برابر با 1962 میلادی، استعفای دکتر علی امینی نخست وزیر وقت ایران. علی امینی که پس از اتمام تحصیلاتش در مدرسه دارالفنون تهران به فرانسه سفر کرده و در رشته حقوق و اقتصاد موفق به اخذ درجه دکترا شده بود، پس از بازگشت به ایران نخست در دادگستری مشغول به کار شد. وی ورود به دادگستری را شروع مناسبی برای ورود به کار سیاسی می دانست. با انتصاب داور به وزارت مالیه، او نیز به وزارت مالیه رفت و به عنوان عضو اداره اقتصاد مشغول به کار شد. وی که در سال 1340 به عنوان نخست وزیر ایران برگزیده شده بود، به دلیل عدم اعتماد محمد رضا شاه به وی و اختلاف با وی در مورد تنظیم بودجه از نخست وزیری استعفا کرد. سال 1367 خورشیدی برابر با 1988 میلادی، پذیرش رسمی قطعنامه 598 شورای امنیت از سوی جمهوری اسلامی. یکی از دلایل عراق برای آغاز جنگ با ایران اختلاف بر سر خط مرزی بود که در قرارداد 1975 الجزایر تعیین شده بود. پس از جمله معروف نوشیدن جام زهر، قطعنامه 598 شورای امنیت را پذیرفت. شورای امنیت در این قطعنامه دو کشور ایران و عراق را به برقراری آتش بس و صلح دعوت کرده بود. سال 1295 خورشیدی برابر با 1916 میلادی، آغاز نبرد سوم در جریان جنگ جهانی اول. در بحبوحه جنگ جهانی اول و در جریان نبرد وردن، در حالی که آلمانی ها حمله بزرگ و تازه ای را برای تصرف شهر وردن در فرانسه تدارک می دیدند، نیروهای انگلیس و فرانسه به تهاجم وسیعی در منطقه سوم در شمال غربی فرانسه دست زدند. این حمله بعد از یک هفته بمباران شدید مواضع نیروهای آلمانی در این منطقه آغاز شد و هدف آن گشودن جبهه دومی در برابر آلمان و کاستن از فشار آنها در وردن بود. نبرد سوم که قریب 5 ماه به طول انجامید، یکی از خونین‌ترین و وسیع‌ترین عملیات‌های نظامی در طول جنگ جهانی اول است.